سلام دوستان با آموزش وی بی ای در خدمتون هستیم در جلسه قبل در خصوص یوزر فرم و نوشتن ایف و استفاده کاندیشن شرط ها توی وی بی ای با هم صحبت کردیم خب و رفته بودیم این کد رو اینجا دیده بودیم که میخواستیم تنظیمات پرینتر رو انجام بدیم و همچنین تو تکست باکس هایی که توی این شیت قرار داده رو ولیوهاش درست کن مقدار درست کنیم خب در واقع ما میخوایم با ابزارهای اکسل یه مقدار کار کنیم توسط وی بی ای ما ده، ده. 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 به وسیله وی بی ای میتونیم به ابزارهایی که تو اکسل با سمون تعبیه شده دسترسی پیدا کنیم و خب تو این جلسه میخوایم این موضوع رو ببینیم تو اینجا گفتیم که ما تو این فانکشن تو این ساب مقادیر ارز و طول چک رو که میخوایم روش پرینت رو انجام بدیم اول به عنوان ورودی میگیریم که از توی اکسل گرفته بودیم همونطور که خاطرتون هست اینجا کاربر ارتفاع و ارز چک رو وارد میکنه به سانتی خب ما اینا رو قرار میدیم تو دو تا متغیره به نام چک وید اند چک های ارز چک و توت ارتفاع چیک و بعد یک یوزر فرم رو بهش نشون بدیم به نام پرینتر استاتوس که در واقع میاد اینجا و چنین فرمی رو به یوزر نشون میده و میگه انتخاب کن که پرینترت برگر رو به صورت هوريزونتال افقی میکشه یا به صورت ورتیکال و عمودی خب تو هر کدوم از اینا ما کدی رو نوشتمیم که گفتیم وقتی که کاربر فرم رو بهش نشون داد میاد اینجا اول اونو فرمو هایت میکنه و سپس بر اساس حالا کلیکی کرده میاد میگه چی تنظیمات پرینترمو بخش تنظیمات پیجمو ستاپ میکنه کدوم شیت رو شیت یک شیت یک کدومه چکه میاد این شیت رو ببخشید من میخواستم نشون بدم اشتباهی رفتم تو کدش میاد شیت یک چک رو تنظیمات جایی که قابل پرینت هست رو بر اساس ارتفاع و عرض که میخواد به صورت ورتیکال هوریزنتال چک کشیده بشه هم افقی چک کشیده بشه میاد تنظیم میکنه بر اساس این کد ویدیو که قبلا دیده بودیم میاد میگه شیت یک پیج ستابش اول سنتر هوریزنتالی کن ترو باشه سنتر ورتیکالیش فالز باشه و اورینتیشنش هم ایکس پریو, پریو تریت باشه خب یعنی چی در واقع وقتی که کاربر میگه من چه کم عمودی افقی میادش و اون کد ها اجرا میشه میاد اکسل تو این قسمت پیج setup تو اینجا custom margins اینجا اینو میکنه ورتیکالی یا هوریزنتالی بر اساس چیزی که انتخاب شده اگه هوریزنتالی انتخاب بشه اینو آنچک میکنه این یکی رو انتخاب میکنه درست گفتم کجا ببینیم هوریزنتالی ترو ورتیکالی آف وقتی که هوریزنتال انتخاب میشه اما وقتی که ورتیکال انتخاب بشه در واقع اکسل میره اونجا و این تیک رو می این یکی رو میزنه چون دفعه قبل من ورتیکال رو انتخاب کردم و اسکیپش میکنم ورتیکال انتخاب کردن این تیک خورده بود در آخرین بار که انتخاب کرده بودم خب لند اسکیپ هم بر اساس این اورینتیشن اگه هوریزونتال انتخاب کنیم پریو میکنه یا لند اسکیپ بر اساس ورتیکال اگه انتخاب کنیم اکثر پرینترها ورتیکال میکشن ولی خب بعضی از پرینترها هستن هوریزونتال میکشن برگردم خب پس متوجه شدیم که یوزر فرم وقتی که ران میشه ما عمودی و پرینترمون رو مشخص کنیم میاد یه چنین کاری میکنه بعدش در ادامه از این میگذره خب این ران شو شد پیج ستاب اون تنظیم شد بعد میاد میگه شیت یک رو اکتیو کن یعنی چی یعنی میره توی این شیت از این شیت میره اینجا این الان اکتیو میشه در واقع یعنی اکتیو اینطوری که انتخابش کردم وقتی که اکتیو کردم میاد میگه تو شیت یک تو قسمت شکل ها شیپس ها رنج چه دامنه ای اری باکس 6 رو سلکت کن در واقع با این کد من اون موقع میخواستم اینو بنویسم بخشید اون موقع هم که میخواستم اینو بنویسم در واقع خب کدش رو نمیدونستم یادم نبودش اومدم یه دونه ماکرو ران کردم همونطور که قبلا بهتون یاد داده بودم و یک تکست باکس رو انداختم و اون تکست باکس رو سلکت کردم و تکستش رو ادیت کردم و متوجه شدم چطور میشه یه تکست باکس رو سلکت کرد و از اون کد سلکت شده یعنی از اون کدی که توی ماکرو ران شد اینو استخراج کردم خب اینا رو که پس از ماکرو من متوجه شدم که چه جوری بود گفت توی شیت یک شیفز رنج اریم واسه خود چیزه اینجا نیم اون تکست باکس رو بذاریم نیم تکس باکس رو چجوری من میتونم پیدا کنم این جا راحته این یه تکس باکس توی فرمت توی فرمت شیپ توی پروپرتیسش ببخشید سایز ام پروپرتیس گفته ببخشید اینجا مشخصه من حواسم خب نیم اینو نیم ای تکس باکس رو میتونیم از اینجا ببینیم این تکس باکس هفت اسمش این یکی تکس باکس دوازده وقتی که تو فرمت این یکی تکس باکس یازده خب تو اینجا هم همینطور من اومدم اول تکس باکس 6 رو سلک کردم بعد اومدم دوباره رو سلیک این نیازی نبود ولی خب دوباره تکس باکس 6 رو سلیک کردم بعد گفتم سلیکشن فرمولا مساوی با مساوی دیتا LS2 در واقع چی کار کردم؟ شما وقتی که توی اکسل میان یعنی یه تکس باکسی رو میندازیم خب یعنی یه تکس باکس اینجا یه تکس میتونیم بنویسیم درسته این متنی هستش که داخل اون تکس باکس نوشته شده اما به جای این متن شما میتونید خود این تکس باکس رو سلیک کنید نباید اینجا علامت نوشتن وجود داشته باشه باید سلیک شده باشه این علامت نوشتن نباید باشه اینجا سلیک کنید خب انا سلیک شده تو قسمت فرمول ها من این رو مساوی یک سلول اگه قرار بدم بیایم تو دیتا مساوی اصلا این قرار بدم اینجا میبینیم که فرمول مساوی دیتا علامت تعجب بی 3 یعنی یعنی شیت دیتا علامت تعجب سلول بی 3 خب اینتر رو که بزنم تکس اون میاد اینجا هر چیزی که تو اون سلول بنویسم اینجا نمایش داده میشه اینجا هم دقیقا همین رو اومدم گفتم گفتم این رو تو قسمت فرمول ها این تکس رو بنویس انگار اومدم یه فرمول نوشتم کاری نکردم اومدم گفتم هر چیزی که برابر با سلول L2 تو شیت دیتا هست و بذار تو این تکس باکس و خب اومده این کار رو بس من انجام دادم دقیقا به این که دستی انجام بدم اومده وی بی ای خودکار این کار رو انجام ده. چرا من اینجا نیومدم فرمولش رو به صورت مساوی این قرار بدم به خاطر اینکه هر دفعه من اونجا که باشم آخریش رو میاد میذاره درسته اینجا حالا بر اساس اون چیزایی که هستش میاد هر دفعه آخرش رو میذاره اما من میخوام بر اساس اجرای این البته بیشتر آموزشی داشتش ولی بر اساس اجرای این تکس باکس همو مشخص کنم که چه عدادی روش قرار بگیره به خاطر اینکه تو اون لیسته بعدا حالا وقتی که فور میذارم بیشتر قابل مشاهده هستش تو اون لیسته دیگه من نمیخوام از این بخونم الان تو این یک بار تنظیم چرا از آخریه میخونه خب ولی اگه من قصدم پرینت کردن این لیست باشه دیگه این فرمول واسه من جواب نمیده چون این داره همیشه از این میخونه ولی من میخوام فرمولم بعضی وقتا از این بخونه بعضی وقتا از این جدوله بخونه پس باید تغییر بکنه و به خاطر همین کد نوشتم و فرمول نمیدم تو مستقیم تو اکسل بنویسم خب واسه بقیه تکست باکس هم همینطور برابر با اعداد و متن ها و رشته هایی که میخواییم قرار داده بشه میذاریم و شیت یک سلز دو دو رو سلکت میکنه که از تکست باکس بیاد بیرون چرا؟ چون وقتی که پرینت یا پی دی اف میخوام بکنم روی این سلکت باشه اصولا میره همین فقط پی دی اف میکنه من میام یه دونه رو میندازم بیرون که دیگه وابسته به تکست نباشه یه تکست باکس سلکت نباشه فقط یه سلول عادی سلکت شده باشه خب اکتیو ویندوز دات ویو پیج رو اکتیو میکنم چطوری این هم یه ابزار دیگه از اکسل هستش که کدشون نوشتیم خب این هم از طریق ماکرو دیدم که من میخواستم آقا پیج ویو میدونین چه شکلی هستش دیگه اگه بیاین تو ویو به صورت نرمال این شکلیه اما اگه پیج بریک اکتیو باشه به این صورت میشه و نشون میده که اندازه چک منو شخصی که مثلا عکس رو میندازه میتونه راحت اندازه این تنظیم بکنه و میدونه که ناحیه پرینت این آبی است و بقیه دیگه پرینت نمیشه پس این پیج پریویو رو گذاشتم پیج بریک پیج پریویو رو بعد اومدم اکتیو شی پیج ستاپش رو دوباره تنظیم کردم اومدم گفتم آقا لفت مارجینش رو صفر بذار رایت مارجینش هم صفر بذار به خاطر پرینترمه باتم مارجین همش صفر بذار در واقع اکسل میاد اینجا توی پیج لایوت توی مارجین کاستوم مارجین اینجا میاد همه رو صفر میکنه اگه طرف مثلا صدم گذاشته باشه اینجا اونو که هزار هم گذاشته باشه اونو بیاد ران کنه اینا همه صفر میشه و دیگه مطمئنم که خطا انسانی رخ نمیده موقع پریت گرفتن بعد میاد یک MSG باکس میذاره خب تا اینجا ما چیکار کردیم تا این قسمت وقتی که یوزر تنظیمات تک پرینت رو زد میاد تو این شیت انداز بر اساس حالا هوریزونتال یا ورتیکال پرینترش این ستاپ انجام میشه هاشیا صفر میشه این تکس باکس ها خونده میشه و اینجا قرار داده میشه و حالا باید این در واقع عکس پرینتر عکس چک نیست به این صورت اومده و حالا میاد تو اینجا من اگه تا این قسمت رو اینجا ران کنم بزنین من پیجارم تغییر بدم کاستوم ببینیم که اینا عوض میشه مثلا اینو دو میذارم اینم پنج میذارم اوکی میکنم اینم هوریزونتال میکنم چون میخوام ورتیکال انتخاب بکنم اوکی میکنم این پیج عوض شد خب حالا وقتی که اینو ران کنم میاد میگه بگو ورتیکال باشه یا هوریزونتال میگم ورتیکال میاد اون کارا رو انجام میده اونجا به بریک گذاشته بودم دیگه درسته اینم میگه now choose the check email. میاد این تنظیمات رو انجام میده هاشی ها رو صفر کرده انا الان اینجا یه بریک کرده منتظر ادامه از دست وقتی این از یک ابزار دیباک کرده میان فقط تا اینجا را بشه میخوام خودم بررسی کنم خب توی اینجا مارجینا رو با هم یه نگاه بکنیم تغییر کرده بله همه صفر شده همونطور و اینم ورتیکال شده چون یادتون باشه هوریزونتال انتخاب کرده بودم خب حالا از اینجا به بعد من میخوام تکس باکس ها رو درست بذارم یه کسی چک بانک ملت رو میخواد پرینت بگیره یه کسی چک بانک ملی رو میخواد پرینت بگیره و بانک های مختلف بانک پارسیان هر جا جاهای هر کدوم از اینا متفاوته تو چک ها خب من باید بر اساس اون جایی که در واقع اون بانک قرار داده واسه من این تکس باکس ها رو تنظیم میکنم و بخاطر ما از قبلش نمیدونیم که چجور چه چکی رو یوزر یا کاربر داره انتخاب میکنه بخاطر این میگم آقا یه دونه عکس اسکن شده ها به هر اندازه فرقی نداره اونو تونی خود تنظیم کنیم بعدا تنظیم کنیم واسه من بگی رو بنداز اینجا که بتونی تکس باکس ها رو تو جای درست بذار واسه این کار من باید بیام فولدر پیکر بذارم فولدر پیکر چیه فایل دیالوگ حالا من اول بهتون نشون بدم خب این فولدر پیکره میگه آقا ایمیج من ایمیج چکی که میخواهی رو انتخاب کن من توی دسکتاپم یه دونه بانک ملت دارم از همون استفاده میکنیم خب. اینو وقتی که اوکی کنم خب این ایمیج من رو میگیره و میندازه و من اوکی میدم خب این برمیگره توی تموم شده الان کد من راش خب از اینجا به بعد ببینیم باید چی کار کرد به وسیله اگر شما یه ماکرو ران کنین و یه فولدر پیکر رو بیاریم بالا و استفاده کنین فکر نکنم به صورت نمیتونین این رو با ماکرو انجام بدین خب چون اینجا ما چیزی توی اکسل نداریم که فولدر پیکر داشته باشه البته میتونیم ایمیج اینجا میتونیم شما میتونید یه ماکرو ران کنین پیکچر رو بخواید انتخاب بکنین فولدر پیکر رو میاد بالا حالا هر جا میرین یه دونه ایمیج رو انتخاب میکنین و میندازین و اینزرت میکنین این رو از ماکرو میتونین ران کنین و کدش رو نگاه کنین از طریق این میاد میگه آقا اپلیکیشن فایل دایلوگ و ام او فایل دایلوگ فایل پیکر یعنی یک فایل دایلوگی که فایل میتونه انتخاب بکنه رو بیار بالا خب تایتلش رو بنویس این تایتلش هم من انتخاب میکنم Choose the check image تصویر چکت رو انتخاب کن و اونو شو کن تا شو رو نظری نشون نمیده شاید اومده باشه ولی نشون نمیده اگه ارور داد برو بعدی که بتونیم مثلا بعضی وقتها هست مثلا الان من اینو ران که میکنم نمیخوام ایمیج انتخاب کنم از قبل انتخاب کرده بودم کنسل رو میزنم یا میبندمش ارور میده میره بعدی اصلا کاری نداره میگه اوکی عکست هست دیگه کاری ندارم خب وقتی که من ایمیج رو انتخاب میکنم فایل پت مساویه با چی فایل پت چه جایی که اکثر انتخاب کردم یادتون از دسکتاپ عکس انتخاب کردم میاد اپلیکیشن فایل دایلود این دات سلکتد آیتمز یک این میشه مسیر اون عکسه خب میشه مسیر اون عکسه میذارتش تو اینجا به عنوان یه تکس که داشته باشه فقط مسیرمو بدونم بعد میاد میگه چی شیت یک تو شیت یک تصاویر اینزرت کن یا عکس بنداز بر اساس این مسیر فایل, فایل دیالوگ من پس در واقع اینجاست که عکس رو تازه میندازه من اونجا عکس رو انتخاب کردم مسیرش رو گرفتم دادم به این متغیر به صورت با وسیله این فانکشن وسیله این تابه و اینجا الان یک مسیر هستش و من مسیرش رو دادم به این تابه و گفتم اونو اینزرت کن اون عکس رو اینزرت کن و سلکت شده هم باشه خب و حالا این سلکتی که کردم سلکشن شیپ رنج لفت صفر تاپ صفر اومدم چیکارش کردم دقیقا اینو اینجا انداختم یعنی شما هر بار که عکس رو انتخاب کنین خودکار میاد این بالا میندازه خب میادش تو این قسمت میندازتش اینجا هم من مختصات اون عکسمو نشون دادم که از چپ صفر باشه بالا صفر باشه و رنج صفر قرار بگیریم بریم این بالا قرار بده خب بعد <coughs> selection.shapeRange.zorder دات to back آها اینجا اومدم چیکار کردم وقتی که من میخوام عکس همو بندازم اگر بیام اینجا یه اینزرت بکنم الان نها کنین خب من اومدم اینجا یه عکس انداختم اومده رو قرار گرفته شده و تکس باکس های من مشخص نیست و این میخوام بره سنتو بک بشه اینجا سنتو کنم خب که تکس باکس ها مشخص بشه درسته؟ حالا دلیتش میکنم دیگه من نمیخوام یوزر که این کار رو بکنه پس اومدم از طریق این فرمول ام اس او بک هم هم قرار دادم گفتم آقا سلکشن که همون تصویر من هستش اینو ایندوز پشت حالا تکس باکس ها مشخصن سلکشن پرینت آبژیک ام اس چرا Face من نمیخوام این عکس رو پرینت بگیرم از طریق اون فرمول میگم آقا خود این عکس رو که پرینت نگیر هر عکسی میتونه باشه این تکس ها هستن که بر رو پرینتر چاپ بشن خب پس خود عکس اگه باشه که سیاست سفید میفته خیلی بد میشه پس وقتی که من اینو میخوام پرینت بگیرم خود عکسه نباید پرینت بشه پس اینو قابلیت پرینتش رو حذف میکنم از طریق این فرمول کدام فرمول این فرمول MSO face print fail باشه در واقع اکسل اومده چیکار کرده اومده اینجا اگه کلیک راست کنی برین توی format picture توی پروپرتیسش بود اینجا print object این تیکی که خورده بود و ور میداره به همین راحتی اون چقدر کار را ساده میکنه دیگه یوزر هیچ انترکشن لازم نیست داشته باشه و کار واسه اون راحت میشه خب اندازه اون صفحه رو من اومدم چی کار کردم اینجا تعریف کردم with number, with number. اندازه عرض چکمو گرفتم حالا تبدیلش کردم به چیزی که اکسل میفهد به اینچ تبدیلش کردم فکر میکنم و راندش هم کردم هایتش هم همینطور و راندش کردم اینجا خب بعد اومدم اندازه اونو آها به اینچ تبدیلش نکردم نا کنین هر کدوم الان یادم اومد چی کار کرد هر کدوم از این سلز ها یه اندازه ای داره من میخوام این عرض و این ارتفاع به اندازه این اعداد به سانتی متر بشه. پس باید اینها رو به اندازه هر کدوم از این سلول ها تغییر بدم خب اندازه سلول من 8 وید هشت ه خب من اینو رفتم سرچ کردم گفتم آقا اگر من اندازه یک سانتی متر رو تقسیم بر یک مایز هشت کنم خب میشه اندازه تعداد ارزی که واسه سلول میخوام فقط چون بر روند باشه میگم چند تا سل خب در واقع اومدم گفتم یک سل دو سل, سل سه چهار پنج هر تعداد که میشه خب این تعداد رو باید به دست بیاری که برابری کنه حداقل با این اندازه و روندش هم کنه مثلا هشت و به طور مثال میشه این یک دو سه چهار پنج نه تا سلوله 9.5 نیم در اومده تو نه در نظر بگیر خب و همینطور واسه سطر ها پس واسه همین اومدم راندش هم کردم پس از این طریق گفتم آقا چه تعداد اندازه چه که من باید اندازه چه تعداد سلول و چه تعداد, چه تعداد ستوم و چه تعداد سطر باشه خب و بعد اومدم وقتی که اینو تعریف کردم سلز این دت ادرس پرینت آریامو برابر قرار دادم با این تعداد سلول اینجا اومدم خوندمش به صورت یک تکست در و گفتم پرینت آریای من باید اینقدر باشه و اندازه این سلز اندازه این ارتفاع و اینقدر ارز در واقع این تعداد سطرامه اینم تعداد ستونامه ادرسش رو گرفتم یعنی گفتم تا این سلول اینجا ادرسش میشه J17 از طریق sales.address J17 رو گرفتم گذاشتم این تو و به صورت یه تکس در آورش گفتم از A1 تا J17 رو اندازه پرینت آریام قرار بده و در آخرش اومدم گفتم یه تکس باکس دادم گفتم آقا حالا تکس باکس دا تو یه MSG باکس دادم گفتم حالا تکس باکس تو روی این ایمیج خودت اندازه کن وقتی که این اینجا اومدش این قسمت رو در آوردم کاربر بعد اینو ایمیجش اندازه این کنه و تکس باکس ها رو قرار بده پس از این طریق تونستم با خیلی از امکانات اکسل بازی کنم و تغییرشون بدم تونستم تکس باکس ها رو بگیرم توشون فرمول بنویسم تونستم پیج بریک همون مشخص کنم تونستم پیج ستابم رو تغییر بدم مارجینا رو تغییر بدم تونستم ورتیکال و هوریزانتال رو تغییر بدم تونستم یه فولدر پیکر بذارم به یوزر بگم حالا یه ایمیج انتخاب کن ایمیج رو قرار بدم توی اکسل و تونستم اندازه پرینت آریا من مشخص کنم بگم اندازه اون چکه و پرینت آریا من باشه و پرینت بگیره. و از این طریق تونستم ابزارهای اکسل رو دستکاری کنم خب امیدوارم با سطح مفید واقع شده باشه یکی از امکانات بسیار عالی VBA هست که ما از طریق VBA میتونیم انجام بدیم و در واقع یک نرم افزار بنویسیم خیلی از نرم افزارها هستن که این چک رو نوشتن واسه شرکت ها شرکت های نرم افزاری ما با اکسل به راحتی تونستیم این کار رو انجام بدیم امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگه.